خدایا اگر ذره ای عذاب من بل ملک تو اضافه میکنه ایراد نداره، منه ببر جهنم. چه جالب، چه ادبیاتی، زیبا، چقدر عاشقانه. بله. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، به خاطر کفران نعمت یکدهی خدایا ما رو میخوای مؤاخذه کنی، که حضرت موسی وقتی که با خدا وقتی صحبت میکند، خدایا میخوای قهاریتت به ما نشون بدی، ما متوجه شدیم قهاریت از آن توست، در این بیماری قهاریت از آن توست، جباریت از آن توست. روز قیامت میگی لمن الملک اليوم، و خودت جواب میدی لله الواحد القهار. ما از حالا میگیم که لله الواحد القهار. ما یه چیزی هست بدتر از کرونا، از اون میترسیم، اونم این است که خدایا نکند این کرونا نشون بده که تو با ما قهری، رو برگردوندی. اگه تو با ما قهر باشی، ما با تو قهر نیستیم. از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست، سخت کار ماست که از ما خدا برگشته است. خدایا تو با ما قهر بشی، ما با تو قهر نمیشیم. حضرت موسی میخواست بره تور، یه جوانی گفت برو به خدا بگو منو بکشه و من روزی نده. خیلی عصبانی بود از دست خدا. حضرت موسی رفت، نتونست بگه. خدا متعال گفت که بندم یه پیغامی به تو داده بود به من برسونی. گفت خجالت میکشم. گفت برو به بندم بگو تو اگه من برای ربوبیت قبول نداری، من تو رو برای عبودیت قبول دارم. یعنی اگر تو با من قهری، من با تو قهر نیستم. چقدر این ادبیات ها خوبه که با این ادبیات صحبت کنی، بگی خدایا اگه من به جهنمم ببری، اعلن تو اهلها انی احبک. سنگ پاره میکنه این ادبیات. با این نجوا با خدا صحبت بکنی. الان موسم یه موسمی است که ما باید به خدا ثابت کنیم که خدایا ما برگشتیم، تو هم برگشت.